دوستان عزیز میدونید که آقای چمنارا ویدیوهایی رو هم خودشون درست میکنن و روی یوتیوب میذارن، ما هم اینجا در فیسبوک معمولا پخش میکنیم و شما هم میتونید با نوشتن اسم ایشون در گوگل یا در یوتیوب ویدیوهای ایشون رو ببینید، وبسایتشون رو ببینید و الی آخر. سلام میکنم به ایشون، خوش آمد میگم و قرار هست که ما با ایشون امروز کلکل کنیم. یه دوستی گفت آقا این کلمه کلکل بده، بگین با هم گفت و شنود داریم یا با هم به اصطلاح صحبت میکنیم. به نظر شما این کلمه یعنی کلکل چیز بدیه که میگیم ماها؟ هرچی بگین شما خوبه. از لانگر تا اونجایی که ما بتونیم منتقل کنیم منظورمون رو به دوستان، فکر میکنم چیز خوبی باشه. خب آقای چمنارا، شما یه فیلمی برای من فرستادید، اصلا دعوت شما این دفعه اساسش اون فیلم بود. یه آقایی بود، البته این فیلم مونتاژ شده بود، نمیدونم شما متوجه شدید یا نه، مثلا اون آخوندایی رو که نشون میده لزوما بعضی هاشون اصلا تو اون جلسه نبودن بماند، ولی حرفایی که اون آقا میزد این بود که کوروش شاه جهان. من به شما گفتم همین اولش که با دروغ شروع میکنه من دیگه نگاه نمیکنم. بعد حالا شما به من بگو پدر شما که تیمسار بوده، مرد شریفی بود، انسان بزرگی بود و من یکی از افتخاراتم اینه که با ایشون چندین بار به اصطلاح دیداری داشتم و حتی تو رادیو فیفکس ایشون میومد و اینها، اگر من یا شما یا داداشتون یک کتابی بنویسیم و بنویسیم بله جناب شاه چمنارا، خب اولین کسایی که اعتراض میکنن باید خانواده شما باشه و شما به من بگید که آقا ایشون تیمسار بود، خیلی هم افتخار میکرد، ولی وقتی شما میگی شاه مردم فوری میفهمن داری دروغ میگی، شخصیت اونم میاری پایین. حالا به نظر شما کوروش شاه جهان بود؟ با این شروع میکنیم، میکروفون در اختیار شما. با درود خدمت شما و بینندگان و شنوندگان سن. عرض کنم آقای سوربی، من میخواستم این مقدمه خدمتتون عرض کنم ولی بر میگردم و به سوال شما جواب میدم. ببینید قربان، امروز هم در این دنیایی که ما 200 کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد و با قانونهای اساسی و شناخته شده از طرف تمام دنیا داریم، آقای رئیس جمهور آمریکا توی کنگره میگن آقا تو پرزیدنت دنیا هستی. آقا چه همچین چیزی گفتن؟ من دیگه چیزه میکنم، این حرفیست که حتی توی کنگره مثلا حالا به شوخی یا به جدی هرچی که شما بگید گفته میشه که آقا چون شما قدرتمند در این کشور دنیا هستید و سوپر پاور هستید، وقتی که یک حرفی میزنید مثل اینه که یک نفر شخصیت جهانی این حرف میزنه. ببینید این در قرن 21 این حرف زده میشه. حالا 2600 سال پیش وقتی که ایران یک سوپر پاور بوده و شاه ایران یک شاهی بوده، شاه قدرتمند بوده، در اون موقع فرض بفرمایید کابل هم شاه خودشه داشته، فرض بفرمایید ارمنستان هم شاه خودشه داشته، اینها همه شاه بودن و اسم تیتری که برای شاه ایران درست میکردن و میگفتن شاهنشاه، یعنی شاه شاهان. حالا شما، من واقعا در این حالی که نمیخوام وارد این بحث بی خود بشم، بند کردید ما میخوایم در مورد لوحه کوروش، شخصیت کوروش، شخصیت جهانی کوروش صحبت کنیم و حالا شما بند کردی که این چرا با خودش میگه شاهنشاه. نه اون نگفته. نه اشتباه نکنید، من کی گفتم اون گفته؟ من حتی درباره پدر شما که مثال میزنم، پدر شما کی گفته که من شاه ایرانم؟ من میگم اگه من بیام یا از روی حماقت یا سوء نیتی داشته باشم و بنویسم که دوستان یک آقایی بود اینجا، آقای چمنارا، و ایشون شاه ایران بود، خب شما که فامیلش هستید، شما که پسرش هستید، میگید آقا چرا مزخرف میگی، پدر من تیمسار بوده، شاه نبوده، و کوروش که زنده نیست که بگه من شاه جهانم. درباره شاهنشاه که میگی اونو من قبول دارم، چون اون موقع ها
به اصطلاح اون حکومت‌های اقلیمی و اینها بوده، هر جایی هر ایالتی یک شاهی داشته، یک مسئولی داشته و آقای کوروش شاه شاهان اون اقلیم بوده، ایالت بوده که به نام ایران بوده. و به این خاطر شما نمیتونی بگی ایشون شاه چین هم بوده، شاه روم هم بوده، شاه یونان هم بوده، شاه کشورهای دیگه هم که من اسمشون الان یادم نیست بوده. من میگم اون کسی که میاد اینجوری میاد احساسات مردم رو به دروغ به اصطلاح برمیاندازه، این باعث میشه که مردم به یه چیز دروغی، ما به یه چیز حقیقت که میخوایم بریم جلو با شکست مواجه میشیم. حالا دیگه بخوایم از اولش دروغ باشه. چون میخوان شما درباره لوحه کوروش صحبت کنید، من همین زیر اسکایپ برای شما یک نامه‌ای فرستادم، اگه لطف کنید اینو نگاه کنید و من اینجا برای دوستان میخونم، شما اگه لطف کنید با این شروع کنید یا درباره این، چون شما چندین بار گفتین که اون قانون آمریکا چیه، قانون اساسی و اینها رو مگنا سامتینگ میگید، به این به اصطلاح نسبش میکنید و وصلش میکنید. اجازه بدید من اینو بخونم، بعد میکروفون در اختیار شما تا هر زمانی که میخواین صحبت کنید. من برای دوستان حتی گفتم که آقای چمنارا گفته لازم هست که ساعت بیارم، گفتم قربونت برم شما ساعتم بیاری رعایت که نمیکنی، پس نیاری بهتره. بذارید من به دوستان هم نشون بدم، این رو با هم میخونیم، بعد شما پاسخ بدید که آیا همچین چیزی امکان داره یا نه. میگه آقای نیل مک گروگر یا گروگر، استاد تاریخ دانشگاه گلاسکو و از مدیران پیشین نگارخانه ملی لندن، در این ویدیوی قابل تأمل در دقیقه 2 به توماس جفرسون اشاره میکنه که گویا توماس جفرسون از کوروش الهام گرفته. این آقا میفرماید قانون اساسی آمریکا به نحوی برگرفته از منشور کوروش است و من دیدم شما بارها اینو استناد میکنید و میگید. ایشان به خوبی میدانند زمانی که قانون اساسی آمریکا نوشته میشد هنوز منشور کوروش در دل خاک بود و به دست نیامده بود تا توماس جفرسون و دیگران از آن اقتباس کنند. لوح استوانه کوروش در سال 1878 در عمران بابل با حفاری های هرمز رسام کشف شده و بین این دو سند قرنها فاصله است، یعنی بین قانون اساسی و بین لوحه کوروش. البته آقای نیک مکدروگر در مقاله ارزشمند خودشان 2600 سال تاریخ که به منشور کوروش میپردازند، آن تبلیغ غیر قابل دفاع را تکرار نکردند، در شرایطی که ایران در حصار ظلمت اهریمن است و مرتجعین بر آن گرد یحس و مهنت میپاشند، نیاز به اسطوره‌های تاریخی و ملی واقعی است. این کلمه رو دقت داشته باشین، میکروفون در اختیارتون، بفرمایید. واقعی نه دروغین، بفرمایید. آقای سعودی، اینه چندین و چند بار بنده خدمت شما عرض کردم، در ویدیوهای خودم هم گذاشتم، بله لوحه کوروش 100 سال پیش در کندوکاوی که انگلیس ها در عراق می کردن پیدا شده و قانون اساسی آمریکا هم 270 سال 300 سال پیش نوشته شده توسط پدران آمریکا. اون چیزی که سند هست و شما بارها خدمت شما عرض کردم یه نیم ساعت وقت صرف کنید و برید موزه اسمیتسونیان، حدود نیم ساعت راست اونجایی که شما زندگی میکنید. بله بله. در اونجا یک نامه‌ای هست از جفرسون، نگارنده اصلی قانون اساسی آمریکا، گذاشته شده و من عکس اون را هم حتی برای شما فرستادم و در فیسبوک هم گذاشتم. در این نامه ایشان به پسرش می نویسه که ما وقتی که می خواستیم قانون اساسی آمریکا را بنویسیم تمام بزرگان و مملکت داریشان مطالعه کردیم، از مکیاولی گرفته تا چنگیز خان مغول تا نمیدونم اسکندر و سیروپیدیا. سیروپیدیا می دونین چیه؟ سیروپیدیا 2200 سال پیش در یونان نوشته شده و سیروپیدیا یعنی
شرح حال مملکت داری کوروش کبیر، میگه ما از روی با الهام از سیروپیدیای داستان زندگی کوروش و مملکت داریش قانون اساسی آمریکا رو نوشتیم. آقا این جمله رو من چند دفعه باید تکرار بکنم؟ منتها اونهایی که اهل سفسطه هستن و میخوام که فورا میگه که آقا لوحه کوروش 100 سال پیش، بله 100 سال پیش لوحه کوروش کشف شد، چون ما چیزی از تاریخمون به غیر از اون چیزی که یونانی ها نوشته بودن در دست نداشتیم و تورات. یعنی در تورات اگر شما نگاه کنی بعد از کتاب عزرا که در مورد کوروش نوشته میشه، سر تا سرش داستان پادشاهی اردشیر هست، داریوش هست، تمام شاهان ایران، اصلا شاهان ایران شاهان یهودی هم بودن. اینه که آقای جفرسون در این نامه که در موزه اسمیتسونین حدود نیم ساعت راست اونجایی که شما زندگی میکنید نوشته، روش هم نور انداختن که شما میدانید حتی بخوانید، اینه نوشته که آقا ما قانون اساسی آمریکا تمام این مملکتداری چنگیز و اسکندر و نمیدونم ماکیاولی و بقیه رو نگاه کردیم، به این نتیجه رسیدیم بهترین داستانی که ما میتوانیم ازش الهام بگیریم مملکتداری کوروشه. این حرفیست که ما میزنیم. اصلا لوحه کوروشه چرا شما وارد قانون اساسی آمریکا میکنیم؟ لوحه کوروش 100 سال پیش کشف شد و این یک سندی بود بر حقانیت داستان تورات، به خاطر اینکه تا 100 سال پیش مردم میگفتن نه آقا این داستانی که در تورات در مورد کوروش و شاهان ایرانی نوشته شده همه به خاطر نمیدونم اسطوره است، مثل بقیه اسطوره هاشان. ولی وقتی که این لوحه را کشف کردن و مدت هم نمیتوانستن اینه بخوانن، چون اون موقع خط میخی فقط در فرانسه یه عده بلد بودن، وقتی که خواندن اینه و دیدن که به تمام داستان ها در مورد کوروش کبیر درست بوده و از اون موقع شروع شد به کوروش باید در ما در میان ایران هم ما واقعا چیز کمی در مورد کوروش به غیر از همین سیروپیدیا و داستان تورات چیز دیگری نمیدانستیم و این سند شد. این دیگه خلاصه تر از این من چطوری عرض کنم؟ حالا بفرمایید ببینم سوالتان چیه. خیلی ممنون. به قول شما خیلی نزدیک اسمیتسونین، لازمم نیست حتی اونجا برید، توی گوگل تایپ کنید میاد اون سیروپیدیا را من الان دارم میبینم و توش صحبتم شده و اینها. مشکلی که من با شما دارم اینه که شما یه بار به تاریخ و تاریخ نویسان 100% اطمینان میکنید و استناد میکنید، ولی وقتی ما میایم میگیم همین تاریخ نویسان که حالا یا با اینا همراه بودن، معمولا در جنگ با اینا همراه بودن، اتفاقا وضعیت خوبی هم داشتن، هم حقوق خوبی میگرفتن، هم خیلی بهشون به اصطلاح میرسیدن که مبادا یه چیزی بد بگن، یه جایی عکس کوروش هست که سرش رو بریدن، در تشتی انداختن و ماجرای اون خانمی هست که میگه بفرمایید آقای کوروش خونخوار، شما که به خونخواری آمدید کشور ما و پسر من رو کشتید، حالا هرچی میخوای خون بخور. که بعد بزرگان اون کشور به این خانم میگن که به قول اون ماجرای ای استاد سلمانی سرم را سرسری نتراش که من هم در دیار خود سری دارم و سامانی، این بنده خدا رو پاک میکنن، تمیز میکنن، میفرستن ایران. که الان اون ماجرای مقبره کوروش و خاک کردنش و اینها هم با داستان زرتشتی ها جور در نمیاد. شما چجوریه که یه قسمت از تاریخ رو به دلخواه قبول میکنید ولی اون قسمت رو قبول نمیکنید؟ حتی با آقای صدرالاشرافی که من هیچ وقت ندیدم این بنده خدا دنبال تجزیه ایران باشه، دنبال خودمختاری یه جایی باشه، و حتی چندین بار تو برنامهش گفتن شما به ایشون تهمت میزنید که این حقوق از این بر اون بر میگیره و میخواد ایران تجزیه بشه. بفرمایید بگید چرا اینجا بهش میگن سلکتیو، یعنی انتخاب میکنید یه قسمت از تاریخ رو قبول میکنید یه قسمتش رو قبول نمیکنید؟ البته شما موضوع آقای صدرالاشرافی مطرح کردید که اصلا من اینشان قابل
نمیدونم در موردش حرف بزنم، ولی چون اسمش بردید میگم. شما نام ایشان در گوگل سرچ کنید، همونطوری که نام من سرچ میکنید. بله. چون یک جوان 22 ساله بوده، نمیدونم الان 75-6 سالش هست، 22 تا دانشگاه تبریز، حالا نمیدونم مهندسی کشاورزی گرفته یا نگرفته، چون از یه خانواده ثروتمندی بوده و همونطوری که اسمش نشان میده میفرسنش فرانسه. ایشان 55-6 سال در خارج داره تحقیق میکنه در مورد تاریخ ایران و نمیدونم آذربایجان و اینها. یک کتابم ننوشته، فقط حرف زده. اسم ایشانه که سرچ بکنید، اولین ویدیویی که میاد در بزرگداشت پیشوریه در تلویزیون میهن، دومیش در بزرگداشت چنگیز مغوله. حالا بگذاریم از بقیه ویدیوها و چرندیاتی که ایشان هر هفته به عنوان نقد دین در تلویزیون میهن میکنه که اون جای بحث جداگانه است. ولی اگر یک ایرانی، یک آمریکایی، معذرت میخوام، شما پیدا کردید که، حالا البته الان میگن که بن لادن مسئول کشتن 3000 ایرانی بوده، یک آمریکایی پیدا کردید که گفت بن لادن چه شخصیت بزرگواری است، من یا هر کس دیگری، هر آمریکایی دیگری میتوانه به این شخص بگه بی‌شرف و حتی احترام زبانم نداشته باشه بهش بگه بی‌ناموس؟ این شخصیت آمریکایی که بخواد از بن لادن تعریف بکنه، چون بن لادن قاتل بیش از 3000 آمریکایی بوده، حالا بوده یا نبوده ولی شناخته شده از در این مورد. حالا کسی که بیاد به عنوان یک ایرانی از پیشوری تعریف بکنه و بزرگ داشته و چنگیز مغول که 1,000,000 نیشابوری کشته به خاطر این یک تیراندازی اشتباهی و اون قتل عامی که از ایرانی ها کرده و یا تیمور لنگ، از اینها بزرگ داشته، این دیگه شخصیتش معلومه. ایشان خودش رفته مکه و اونجا ویدیو درست کرده و داستان ارتباطش با عربستان نوشته. این حرفی که من زدم حرفی نیست که من زدم، خودشان اعتراف کردن که ایشان با عربستان این ارتباطات داره. حالا این دیگه بگذاریم، نمیخوام وقت شما رو بگیرم در این مورد بگیرم. در مورد سر بریده کوروش و نقاشی صحبت کنید، شما اینه تاریخ میدانید، واقعا باید به شما تأسف من بخورم که شما یک نقاشی که 200 سال پیش کشیده شده اینه یک سند تاریخی میکنید. بنده دوباره در مورد این عکس برای شما توضیح دادم، حتی در ویدیوم نگفتم که آقا داستان این عکس از این قراره که تا اون موقع این یهودی ها مسیحی ها رو مسخره میکردن و سر کارشان میذاشتن که میگفتن آقا کسی که شما بهش میگین خدا، این بابا اولا یه خاخام یهودی بوده، یه قبول داریم، و دوما این چه خدایه که میذارنش رو صلیب اینطوری، این بدون هیچ قدرتی روی صلیب میشه؟ این مسخره بازی بوده که یهودی ها در مورد مسیحی میگفتن، تا اینکه 200 سال پیش یک اولترا مسیحی فنلاندی پیدا میشه، یه نقاشی میکشه از کوروش که آقا این کسی که شما در کتاب عزرا پیغمبر میدانید و شاپ خودتان میدانید که کوروش بوده، ببینید اینم در جنگش با ملکه سوکاها شکست خورده و سرش اینطوری بریدن، این شده عکس. یعنی این عکس یک دعوایی بوده بین مسیحی ها و یهودی ها. حالا بعد از این همه مدت که این مملکت ایران ما تو سری خور تمام دنیا شدیم، یک عده بی شرف بی همه چیز پیدا میشن، میان میگن نگاه کن تاریخ ایران اینه، این کوروششانه. بابا جان برفرض که این حقیقت هم داشته باشه، بله داستان از این قرار بوده که کوروش در راهش بوده به مصر بره، خبردار میشه که سوکاها که یک اصلا در اصلا این در هرودوت نوشته، اینه
سکاها عبارتند از بربرهای شمال شرق ایران. حالا نگاه کنید، و اونجا اینا سر به طغیان برداشتن، میره اونجا اینا رو شکست میده، دوباره بر میگرده، در این شکست پسر اون ملکه که فرمانده استفا بوده کشته میشه. دوباره که بر میگرده، چون کوروش اهل دعوا نبوده بره فتح مملکت داری بکنه، اینها وقتی که حمله کردن رفته جواب داده، بعد در حمله دوم که این داشته عقب نشینی میکرده بهش حمله میشه و در حمله دوم شکست میخوره و کشته میشه. حالا فرض کنیم اینه بردن، بدنش بردن پلو اون ملکه سکاها و در اونجا سرش بریدن کردنش تو تشت اون، حالا مربوط به 2500 سال 2600 سال پیشه. اونجا من نمیدونم آقای سربی عکاس که نبوده، نمیدونم نقاش که نبوده، اگر این نقاشی مربوط به 2500 سال 2500 سال پیش بود، بعد آدم میگفت که بعد از 2200 سال یک نفر از روی داستان هرودوت یه نقاشی میکشه برای دامن زدن به دعوای بین یهودی ها و چیزا، که حالا این میشه سند تاریخی آقای ضیاء صدرالاشرافی. حالا از اون احمقانه تر یه چیز دیگه است، و اون این که آقای صدرالاشرافی در مصاحبهش با آقای بهبهانی میگه که ملکه آذربایجان. آخه مردک، آذربایجان این طرف دریای خزره، سوکاها اون طرف در استقه آذربایجان قلب ایران، مرکز تمدن ایران بوده. سوکاها بربرهای شمال شرق به تایید خود تورات بودن. آخه چطوری اون ملکه میشه ملکه آذربایجان؟ این داستان سر بریده است. آخه من نمیدونم اینه چند دفعه باید گفت. اب نداره، تو کار تلویزیون تکرار رسمه. خیلی ممنون. حالا همینجوری که شما یکم هم احساساتی شدید، بذارید دوستانی که از شما دفاع میکنن، از جمله همشهری خود من آقای علی ترابی، میگن آقای چمنارا درست میگن و ایشون داستان تورات و انجیل رو خوندن و میگن که توی اونها هم به اصطلاح تایید حرف آقای چمناراست. ضمناً یه همشهری دیگه امروز، آقا اینجا شده شیرازستان، یه همشهری دیگه مجید میگه که فکر کنم با اون صدرالاشراف که نخست وزیر شاه بوده نسبتی هم داره، حالا احتمالاً پسر صدرالاشراف هست که حرف و حدیث هم در مورد اون زیاد بوده. حالا باعث شد که من یه بار دیگه با آقای صدرالاشرافی تماس بگیرم و اگر بشه در این مورد صحبت کنیم. من چندین بار با ایشون صحبت کردم، من خودم اون چیزی رو که شما گفتید ندیدم، و وقتی هم اسم ایشون رو گوگل میکنم، البته میدونید که سرچ انجینا فرق میکنه، یکی گوگل میکنه، یکی یاهو، یکی ask.com، یکی بینگ. من وقتی اسم ایشون رو تایپ کردم فقط چند تا ویدیو آمد. اگه شما لطف کنید بعد از برنامه لینک های اون نوشته ها رو زیر فیسبوک بذارید، من از شما تشکر میکنم. باز هم میکروفون در اختیار شماست و فکر شما، نظر شما درباره این برنامه های جنبشی که هر سال چند نفر از آقای از خانم شکوه میرزادگی گرفته تا تلویزیون های ایرانی لس آنجلس، بریم پیاده پاسارگاد رو آزاد کنیم اینا. اولا سوال من از شما اینه، شما پاسارگاد فارس رو رفتید دیدی امکانات اونجا جوری هست که چند میلیون ایرانی پیاده را بیفتن برن اونجا؟ والا خود ما که از شیراز تا میخواستیم بریم زرغون و مردشت و اونجا جونمون بالا میومد. حالا جاده رو میگن باز کردن و اینا، ولی خب اون ضرورالمثلی که بابا به کلاغ بگید یه چیزی که بهتون نگه، یه چیزی بگید که بگنجه. شما نظرتون درباره این گونه حرکات چیه که یه دختر خانم 15 ساله ای جلو سنگ کوروش، جلو مقبره کوروش وای میسه، یه شعری میخونه، یه دفعه همه ما به هیجان میایم و این میره تا سال دیگه؟ میخوام برداشت شما از این نوع حرکات و جنبش ها، و آیا اینها ضرر زده به نفع آخونداست؟ به نظر من به نفع آخوندا بوده. نظر شما چیه؟ نظر من اینه که
خرف نفع آخوندان نیست، چون آخوندان اصلا ضد کوروش هستند و خود یکی از دو تا سه تا از نمایندگان مجلس خبرگان آمدن، ویدیوش هست توی اخبارم هست، که این کار تقبیح کردن که کار درستی نیست. در اون طرف هم میبینی که آقای احمدی نژاد میره کنار چیز عکس میگیره، آقای مشاعی میاد یک ساعت صحبت میکنه. و من در اون ویدیویی که برای شما درست کردم چند تا کلیپ دور هم جمع کردم، اون ویدیو رو من درست کردم، کلیپ های متعددی بود، من جمله یکی از گفته های آقای آیت الله طباطبایی، نویسنده کتاب المیزان و بهش میگن علامه در اسلام، که تمام آخوندها شاید نوچه‌هاش هم نمیتوانند باشند، اون گفته در مقام کوروش گفته در قرآن آمده که این ذوالقرنین بوده و به اصطلاح با احترام باید ازش یاد کرد، چون اون چیزی که اون گفته و اون لوحه‌ای که ازش کشف شده و اون چیزی که نوشته اولین سند قانون اساسی جمهوری و جزئی‌ترین سند قانون اساسی ملت ایران به اعتقاد من. حالا من میخوام واقعا وارد اون بحث بشم و میخوام شما اون نقشه راه که من روی براتون فرستادم نشان بدید. عرض کنم حضور انورتون که این کار یک فریادی است که مردم در زندان ایران میکشن. شما نگاه کنید، اینها میان راه بین نمیدونم اسمش که بدا تا کربلا رو درست میکنن، یه پارکینگی درست میکنن که ملت بیان اونجا و بعد توی این مسیر رستوران ها درست میکنن، غذای مجانی میدن که مردم سعی کنن مثلا در اربعین برن اونجا. حالا خب این چیز اعتقادیست، برن عیب نداره، ولی ملت ایران به خاطر اینکه فریاد بکشه، به خاطر اینکه هویت دوباره خودش زنده بکنه، ناچارن باید کوروش مقامش بزرگ داشته باشه در این مورد. بنده البته خودم همینطوری که شما خوب میدانید آقای عمر آبرامیان یک آکادمی درست کرد به نام آکادمی کوروش و من عضوی هستم از چندین عضوی که همه دوستداران کوروش هستیم در اینجا هستیم. من در اونجا یک نامه نوشتم که شما هم این نامه رو دیدید، که من اعتراض کردم به اینکه آقا چرا شما از مقام کوروش برای 2500 سال تاریخ ایران استفاده میکنید و شما تاریخ 10000 ساله ایران کردید 2500 سال. بله کوروش یه مقامی است، همونطوری که آبراهام لینکلن یک مقامی است در تاریخ آمریکا، ولی تاریخ آمریکا از زمان استقلالش و جنگهاش با انگلیس‌ها شروع میشه. آبراهام لینکلن وسط این کاره دیگه، شما نمیدارید یه دفعه بگی آقا اصلا آمریکا شروع شد از زمانی که آبراهام لینکلن آمد. همینطور هم نمیتوانید بگید که آقا شاهنشاهی ایران و ایران درست شد از زمان 2500 سال زمان کوروش. ایران تاریخ طولانی داشته. مقام کوروش مقامی است که ما باید ارزش بهش بذاریم و لوحش اون چیزی است که من دارم در موردش اصرار میکنم که شما به جای این آرامگاه رفتن که کار خوبیست، من هیچ چیزش نمی کنم بزرگ داشت و کوروش کار خوبیست، بیایید این لوحشه که اولین سند قانون اساسی ایران هست با مگنکارتای انگلستان که اولین سند قانون اساسی انگلستان هست، این دوتا رو با هم مقایسه بکنید. این بحث منه. من دارم میگم وقتی که شما وقتی که انگلیس ها میان 800مین سال مگنکارتاشون جشن میگیرن و میگن ما صاحب قدیمی تر قانون اساسی دنیا هستیم، که همینطور هم هست، اونها قانون اساسیشون مگنکارتا رو شروع کردن و از 800 سال پیش سندهای دیگری به این قانون. چون انگلستان تنها کشوری که قانون اساسی مثل بقیه کشورا نداره، بلکه این اسنادیست که روی هم جمع شده و شده قانون اساسی انگلستان که اولین سندش مگنکارتاست. حالا من دارم میگم ما به جای این همه بزرگ داشته از کوروش، اون هم عیب نداره بکنیم، ولی بیایید
بیاید مقایسه بکنید مگنکارتار با که اولین سند قانون انگلستان هست، سند قانون اساسی، با لوحه کوروش، شما میبینید که اون در 2500 سال پیش بسیار پیشرفته تر، بشر دوستانه تر، مردم پسندانه تر از مگنکارتا. حالا مگنکارتا یک بر کاغذ، یک توافقنامه است بین پادشاه انگلستان که خودش مالک بوده و مالکین زمین ها که آقا زیاد از اونا مالیات نگیره. این مگنکارتا است. ولی میگه لوحه کوروش ترجمه میکنید، انواع و اقسام ترجمه ازش شده، مثلا خود همین آقای صدالاشرافی میاد ترجمه میذاره، تفسیری که ایشان میکنه میگه این گفته منم اول شخص استفاده کرده، در حالی که اگر این دیکتاتور نبود باید از سوم شخص استفاده میکنه. بابا این حرفا چیه؟ یا اینکه شما میایید میگید آقا گفته منم کوروش شاه شاهان شاه عکت کنم، از این حرفا. آقا محتواشه بخوانیم که میگه من وارد اینجا شدم، به همه آزادی دادم، گفتم هر کسی بره دنبال دینش، به سربازانم گفتم مال کسی تجاوز نکنید. این ایناشو بخوانید، ترجمه بکنید، هر طوری که میخواید ترجمه بکنید، ترجمه توراتیش بکنید، ترجمه سربی بکنید، اینه با مگنکارتا مقایسه بکنید. این حرف منه. آقای شمنارا، من چندین بار تا حالا تو برنامه ها متوجه شدم شما هر جا که به یک به اصطلاح چیزی برخورد میکنیم شما میگید که اونو رها کنید و این منظورش این بوده. یعنی به نظر میرسه که ما درست مثل قرآن که احتیاج داریم به آخوندها برامون تفسیر کنن، توی نوشته های ایرانی هم احتیاج داریم به دوستانی مثل شما و آقای هومر آبرامیان اینها برای ما تفسیر کنن. و وقتی که ما نتونیم فارسی خودمون رو بفهمیم و درک کنیم، ضمناً من نگفتم که کوروش اینجوری گفته، فیلمی رو که شما برای من فرستادید اون آقای حالا یا استاد دانشگاه هست یا هر کسی، اون گفت که کوروش گفته منم کوروش پادشاه جهان. من میگم آقا کوروش پادشاه جهان نبوده. مثل این مونه که من بگم منم سوربی مثلا لریکینگ تلویزیون. خب نیستم من لریکینگ، لریکینگ جای دیگه هست، من کسی دیگه هستم. بله میتونست بگه منم کوروش شاه شاهان ایران، که اون آقای شاه به اشتباه گفت که شاهی وجود نداره. در هر صورت ممنونم از شما، بفرمایید. بله گوش میدم. اون ویدیو در مورد فلسفه بود که این استاد دانشگاه داره میگه که آقا ما اینطور نیست که آقا فلسفه از یونان شروع شده، ما هم فلسفه داشتیم و فلسفه ما شاید قدیمی تر از یونانی ها بوده و درستم گفته. حالا من عرض میکنم چرا؟ به خاطر آیین زرتشت. این مملکت حتی قبل از ورود آریایان، یعنی 4500 سال قبل از اینکه اصلا آریایا وارد این سرزمین بشن، آیین زرتشت توی این سرزمین بوده. و وقتی که آریایان وارد شدن آیین زرتشت قبول کردن. آیین زرتشت یک همش سه کلمه است، پندار و گفتار و کردار و نیک. آقا تمام، این آیینشان بوده. و وقتی که سالها میگذره، شاید چندین هزار سال میگذره، که ساسانیان به علت این که روم شرقی تبدیل به مسیحیت میشه، دولتی میشه، اونم آیین مسیح تبدیل به دین میکنن، ایران هم در اواخر ساسانیان ناچار میشه آیین زرتشت تبدیل به دین زرتشت. نمیگن فلسفه. این یه بحث طولانی بود که من چندین سال پیش با دوست بسیار دانشمند و زرتشتی شناس خودم آقای دکتر قضایی که در سوئد هستن داشتم، که اون موقع من گفتم آقا این آیین زرتشته که ما باید بزرگ بداریم، نه اینکه دین زرتشت، چون دین زرتشت مایه انقراض سلسله ساسانیان و شکست اعراب شده. این حق این آیین زرتشت بوده که در این مملکت بوده و بر اساس این آیین، دین زرتشت تنها دین فلسفی دنیاست. اگر قبول بکنیم این گفته من نیست، گفته اسپینوزاست، گفته دکارت، گفته تا
تمام اونها نیچست که نوشته این چنین گفت زرتشت، میگن آقا این دین زرتشت نه اوستاش، البته اون آیین دین فلسفیه، این نشانگر اینه که فلسفه در ایران بوده و بعد از ایران به یونان رفته. حالا نمیخوام وارد یه بحث چیز بشم که منم در تخصصی نداشتم، فقط استنباط من اینه که این آیین در این سرزمین بوده از 5000 10000 الان که شده 12000 سال پیش، یک کندوکابی در جنوب ترکیه شده که کاربون دیتینگ کردن و نشانه های از زرتشت اونجا پیدا کردن که متعلق به 12000 سال پیش. نمیخوام وارد یه همچی بعد، ولی آقای سرالاشرفی میاد تو ویدیو میگه که آقا اصلا زرتشتی وجود نداشته، زمان سعدی زرتشت درست شده. این حرفاییست که زده شده. حالا چشمم میرم یه ساعتم وقت صرف میکنم اینا را در میارم، یکی این لینکاش برای شما میفرستم. آخه بابا جان این حرفش این بوده. بعد وقتی که میاد اون آقا داره سخنرانی میکنه میگه آقا ما کوروش داشتیم، کوروش شاه شاهان شاه جهان، و ما لوحه کوروش داشتیم که همه دست میزنن، او آخوندهایی که جلو نشستن همه اینطوری دومون بخ میشینن حرفی نمیزنن. آقا جان این داستان اون ویدیو و اون فلسفه و اینی که در ایران اینطوری بوده وضعش. بفرمایید. بسیار ممنونم. من عکس اون ویدیو رو الان نشون دادم و چون به دوستان قول دادم که بعد از برنامه خودم یه فیلم سینمایی ایرانی رو نشون میدم، تو اون فاصله این ویدیوی شما رو ضبط میکنم و بعدش نشون میدم. خیلی مدت کوتاهی هست، لینکش رو زیر فیسبوک میذارم. سخنرانی دکتر فامیلشون چیه؟ زینالی؟ دیبانی، نمیدونم همچین چیزی هست. از اینو از این آقایان زیاد هستن. مثلا من اون ویدیو کلیپ پیدا کردم، چسباندم به گفته آقای طباطبایی، آیت الله طباطبایی، و بعد اون فیلمی که در مورد مردم حمله میکنن که برن مقبره کوروش، پاسداری یه نفره به اصطلاح زمین میزنه، اینها را سرهم کردم، کردمش یه ویدیو 8 دقیقه‌ای به عنوان کارت تبریک روز کوروش هفته آبان. اینه برای دوستان فرستادم، من جمله برای شما. ممنون. به رگ قبای شما برخورد که ما چرا دوباره از کوروش صحبت کردیم. اینجوری صحبت کردن درست نیست. ببینید شما باید هم از خودتون راضی باشید، هم از من ممنون باشید که این کارتی که شما فرستادید باعث شده یه بحثی انجام بدیم که امروز آقای علی ترابی از کالیفرنیا، آقای خوشنودی از کالیفرنیا بیان. آقای خوشنودی الان نوشته که آقای سربی، آقای خامنه ای هم میگه من رهبر جهانم. بعد جالب اینجاست که بلافاصله آقای علی ترابی میگه برای که خودشیفته است. من میگم کوروش بیچاره نگفته من شاه جهانم. این آقای دیبایی یا دینالی یا هر کی هست، اینا وقتی میان یه همچین چیزایی رو میگن، واقعا ممنونم از این دوستان. خب تو مغز آدم این میاد که آقا یعنی کوروش که اینقدر میگن آزادی داده، یه آدم خودشیفته یه دروغگویی بوده که وقتی پادشاه ایران بوده بیاد بگه من شاه جهان هستم. و آیا کوروش از یونان و از روم و از چین و از مکزیک و نمیدونم از کشورهایی که اون موقع وجود داشته 2500 سال پیش خبر نداشته، از حکومتهای اونها خبر نداشته؟ در اصل من این فیلم رو بعد از اون فیلم میذارم و تا جمعه هم نشون میدم. بازم اگر حرفی دارید میکروفون در اختیارتون. و ممنونم که شما گفتید اون لینک ها رو پیدا میکنید. اون کاری که شما قبلا انجام میدادید خیلی موثر بود. هر وقت که وقت داشته باشید به جای اینکه تیک تیک چیز کنید، یه ویدیوی 10 دقیقه، ربع ساعت، نیم ساعت، اینجوری منظم ما هم میتونیم برای دوستان هم روی فیسبوک، روی بالاترین، روی توییتر و هم در تلویزیون مردم هم نشون بدیم. دوستان اگه شما هم سوالی دارید از آقای چمنارا، آقای چمنارا همونجوری که وبسایتشون خیلی ساده بود، chamanara.net، همونجوری که اون وبسایت قانون.org، اینا هم ساده هست، چون اصلا آدم ساده ای هست. من پدر ایشون رو هم میشناختم، پدرشون هم یک آدم درویش منش و خیلی ساده بودن. فیسبوکشون هم خیلی ساده، اسمشون هم راحت، چمن آرا، قشنگ معلومه. دو سه تا میبینید، یکی هرمز برادر ایشون، یکی سهراب ایشون، باشون در تماس باشید. اگه مشکلی ایجاد شد با پیام
با تلفن، با ایمیل میتونید با من در تماس باشید، من نوشته های شما رو برای این دوستان میفرستم. بفرمایید آقای چمن آرا، باز به صحبت های شما گوش میدم. عرض کنم تمام فکر و ذکر من فقط در مورد قانون اساسیه. ببینید گوان، ما در ایران یه مشکل اساسی داریم و اون قانون اساسیه. شما قبل از اینکه این چیز، من داشتم به سخنان جناب گنجی گوش میدادم در مورد شانشار یا مهر و افراد مختلف صحبت میکرد و یک نتیجه گیری نکرد، متوجه هستید؟ یعنی از اون صحبت ها نتیجه گیری نشد. ولی من در هر جایی که رفتم این سوال مطرح کردم که آقا رضا شاه کبیر کسی منکر خدماتش نیست، به الحق و بالانصاف لقب کبیر شایسته رضا شاه کبیر. ولی من مدت ها در این فکر بودم آخه چطور شد وقتی که رضا شاه کبیر با این همه خدمات که کرد، وقتی که ایران ترک کرد، مردم جشن گرفتن. آقا این دیگه تاریخ، این واقعیته. و بعد از اون پسرش محمد رضا شاه شاهنشاه آریامهر که آقا ما هر چیز خوشیه که توی زندگی 70 سالمون به یاد داریم مال دوران زمان شاهنشاه آریامهره. آقا ایران آنیمپلویمنت صفر، نمیدانم رشد 8% هر سال، همه این چیزا خوب، عشق و تفریح و هر چیزی که مردم از کویت می آمدن، من تو بندر عباس کار می کردم، می آمدن تعطیلات آخر هفتهشون تو بندر عباس از کویت می آمدن. حالا چه شد وقتی که شاهنشاه یا مهر ایران ترک کرد، مردم با رأی 98.2% رأی به انقراض سلسله پهلوی دادن. آقا تمام اینا برمی گرده به آخرین سخنرانی شاهنشاه یا مهر در 10 دقیقه که خودشان فرمودند که آقا من قول میدم قانون اساسی، 4 دفعه باید به قانون اساسی رو بده، قول میدم قانون اساسی رعایت. و چند وقت پیشم دوباره دوست بزرگوارمان آقای ناصر امینی این در مورد نامهای آقای قوام السلطنه به شاه در سال قبل از 10 سال 12 سال قبل از انقلاب پیش نمیشه که آقا این قانون اساسی که شما رعایت نمی کنید و این متممایی گذاشتید به قانون اساسی به تایید خودت نه به طورت منزل مؤسسان باعث میشه که یک شرایطی در ایران میشه. داستان ملاقات آقای دکتر صدیقی با شاهنشاه آریامهر هست، تمام اینها آدم واقعا عشق میاد تو چشماش وقتی که نگاه میکنه میبینه که چرا شاهنشاه آریامهر با این همه خدمات باید عدم اجرای قانون اساسی. و بعدش ملت ایران آمدن قانون اساسی نوشتن و بردن خدمت آقای خمینی زیر درخت سیب، ایشان تایید کرد و همه، خودش منیفست نوشت در 37 ماده پیشرفته تر از قانون اساسی. ولی یک دفعه در بهمن 57، یعنی اواخر بهمن 57 اواسط اسفند که مجلس مؤسسان آقای بهشتی تبدیل کرد به مجلس خبرگان و یک دفعه اصلا 180 درجه پیچیده شد اون قانون اساسی که پیشنویس چه نوشته بودن شد قانون اساسی جمهوری اسلامی. یعنی شد این قانون اساسی ایرانه که اصلا وقتی شما اینه بخوانید، من 100 بار اینه گفتم آقا برید اینه بخوانید، هرچند این از قانون اساسی مشروطه پیش رفته تره آقا بایده بود، اینه فقط خواستم خدمتتون عرض کنم. آقای دکتر نصرم میگه، نصر احمدی، بله چمن آره ببخشید، شما ویدیوی آقای آریانپور رو دیدید که در مصاحبه چند سال پیش میگه که اگر یه نفر توی دوره شاه میگفت که آقای شاه داری اشتباه میکنی و قانون اساسی رو رعایت نمیکنی، به عنوان خائن شناخته میشد. اون رو هم دیدید که به اصطلاح آقای آریانپور میگه، اگه نه من براتون بفرستم. خیلی متشکرم. نگاه کنید، من حالا در تایید همین صحبتم گفتم، یه پیشنهاد کردم، گفتم آقا شما برید قانون اساسی جمهوری اسلامی، یعنی همین کتاب شریعت شما ورداری، قانون اساسی مشروطه‌رم از اینترنت دانلود بکنید و بیایید
جای هر چیزی که شما میبینید شاهنشاه یا همایونی یا هر چیزی مربوطه تبدیلش بکنید به آیت الله. یعنی این دوتا این کاره بکنید، بعد بیایید این دوتا قانون اساسی با هم مقایسه بکنید. کاری نیست، همش 20 صفحه است، 20 صفحه بخونید به این دوتا رو. ما شما بعد میبینید که آقا قانون اساسی جمهوری اسلامی پیشرفته تر از قانون اساسی مشروطه. آقای چمنارا به اندازه کافی برای من دشمن درست کردید، صبر کنید همینجا. آمریکا 3 جوان را افتادن توی خیابون با دوربین و آمدن جلد قرآن رو گذاشتن روی انجیل، بعد میرن این رو باز میکنن برای مردم قانون انجیل رو میخونن که اگر یک کسی این کار کرد باید سنگسارش کنیم فلان اینها. طرف تا میبینه این جلد قرآنه میگه بابا این مسلمان ها عجب وحشی هن بربر هن. بعد طرف اون جلد بر میداره. حالا شما میگید که ما قانون اساسی مشروطه رو با این قانون این کار بکنیم. دوستان این شد هومورک شما، تکلیف تا این یه هومورک. حالا هومورک بعد اینه وقتی که امیان زدن آقای شجاع‌الدین شفا یه کتابی نوشته به نام تولد دیگری حدود 25 سال پیش. بله بله. هیچ کتابی به اسلام جامع تر از این کتاب نیست. ایشان از تورات شروع کرده، آمده انجیل و قرآن، تمام این آیات برداشته و توضیح کرده. شما میگید که آقا هیچ فرقی بین قرآن با انجیل و تورات نیست، همش یکیه، چون همه از روی هم نوشته شد. یعنی این دستوراتی که شما هی میایید بر. حالا امروزم این اینترنت یک سرچ انجین کمک عجیبی به ما کرده. یعنی شما تا میخواید بفهمی زدالاشرافی کیه میرید تو سرچ انجین میکنه برن همه داستان زندگیش اینجا هست. بله آقای چمنارا اجازه بدین داریم با آخر وقت میرسیم، چون یکی از دوستان از 2 روز قبل سوال کرده و حالا هم شما در رابطه با قرآن و انجیل گفتید. ایشون نوشته که در مصاحبه با آقای چمنارا خواهش میکنم ازشون این سوال رو بپرسید یا این سوالا رو بپرسید. ایشان سوره های قرآن را به جای ورود در مکه و مدینه تقسیم و بنا بر تاریخ ترتیب دادن. آیا ایشان از تاریخ صحیح قرآن خبر دارند یا این اطلاعات ایشان مستند است؟ اگر مستند است به چی استم؟ زندن کاری که من کردم هیچ دستکاری توی قرآن نکردم. بله. فقط تنها کاری که کردم و این در دوباره اگر به وبسایت من چمنارا.net برید قرآن اونجا دانلود بکنید، یک مقدمه 10 صفحه روش هست و 40 صفحه هم دوباره قرآن مثل شاهنامه خلاصه کردم. حالا کاری که من کردم و این کار من به انگلیسی هم کردم، برای دانشگاه الازهر فرستادم، برای دانشگاه شیکاگو فرستادم، دانشگاه اسلامی شیکاگو فرستادم، برای آیت الله سیستانی فرستادم، برای خیلی از آیت الله هم فرستادم و هیچ کس حرفی نزده. چرا؟ چون قرآن اول اینطوری بوده، یعنی اینکه همین مصحف علی هم میشه اسمش رو گذاشته، که طبق تاریخ به اصطلاح مکتوب شده بوده، به طوری که اولین سورهش سوره اقرا به اسم رب، یعنی وقتی از محمد میره تو کوه عرا بهش وحی میاد اقرا یعنی بخوان به نام پروردگارت، این اولین سورهشه. آخرین سورهش هم همون سوره فتح مثلا فتح مبید. حالا این قرآن چرا اینطوری شد؟ به خاطر اینکه وقتی که ایران فتح کردن سلمان رفت برمی بزرگان ایران و همه بهش گفتن آقا تو این آیاتی که برای ما فرستادی همه اینطوری بودن، حالا چطوری اینطوری؟ بعد این نمیتونست کاری بکنه، برگشت به عمر وقتی گزارش داد و به حضرت عمر، حضرت عثمان مأمور کرد که بیاد این قرآن ببین چیکار باید بکنیم. به این نتیجه رسیدن که آقا قرآن باید قاطی پاتی بکنیم که هیچ کس هیچی ازش نفهمه. وقتی که شما هیچی ازش نفهمیدین، آقای قرائتی میاد 30 سال اینه تفسیر میکنه، آقای فلانی آقای سرالعجام میاد چیز علمی ازش تفسیر میکنه، اینه که همه میشینیم اینجا صحبت میکنیم خب حالا که چی؟ ولی وقتی که شما این قرآن میخوانید ببینید که اون قسمتی که در مکه نوشته شده که نصف قرآن هست تقریبا میشه دو از انجیل هم انجیل تره. بسیار ممنون آقای چمنارا. همین دوستمون که این سوالو کرده کسی هست که یه برنامه هایی هم روز دوشنبه در تلویزیون مردم دارن به نام عقل بشر. ایشون گفتن که
اگر امکان داره شما لطف کنید این برنامه ها رو هم ببینید، نظرتون رو هم بگید. پس میشه گفت که شما این تاریخ رو بر اساس به اصطلاح اون چیزایی که اسنادی که بود هست. اتفاقا شما اگر که این سرچ بکنید دوباره در ویکی‌پدیا و یا هر جای دیگه سرچ بکنید، اصلا هست که سوره 2 سوره 87 سوره 1 سوره 6 در قرآن و تا 10 سال بعد از رحلت حضرت محمد اصلا قرآن به این شکل خوانده میشد. وقتی قرآن به این شکل شما بخوانید یک حالتی پیدا میکنه که آقا چطوری ممکنه که اینطوری بشه یه دفعه اینطوری بشه، به خاطر اینکه به اصطلاح آمدن نخود لوبیا جدا کرده اینا بزن همش قاطی بکنیم که هیچ کس نفهمه که کجاش کجاست و آخر بتونه تفسیر خودشه بکنه، سعد الاشرفی هم تفسیر خودشه بکنه، برای اون تفسیر علمیشه بکنه. آقای چمنارا باز دوستان تشکر میکنن، تشکر از سوربی که خیلی مطالب یاد گرفتیم به دلیل دعوتش از مهمانی مثل آقای چمنارا. دوستان عزیز، آقای چمنارا قبلا هم چندین برنامه مهمان ما بودن، چندین برنامه خودشون داشتن و اسمشون رو در یوتیوب که تایپ کنید ویدیوهاشون پیداست. ضمناً آقای مجید میگه خامنه‌ای هم مستقیما خودش نمیگه که من رهبر مسلمانان جهان هستم، طرفداران و اطرافیانش میگن ولی خودش سکوت میکنه. و حسن حسن یه آقای بود به نام نماینده مجلس در ایران در تهران بود، اون میگفت که آقای خمینی بگو که تو امام زمانی. این تا اون مرحله پیش رفته. بله از این حرف ها زیاد میزنن. بله آقای خمینی هم امام زمان بوده. البته اینا همش حرفه. بله حالا بذاریم ما باید به دنبال تغییر قانون اساسی باشیم و تمام این درد سر من به قول معروف که بخوام بیام اینجا صحبت بکنم فقط یک نتیجه گیریه که تا زمانی که ما قانون اساسی در ایران عوض نکنیم راه به جایی نخواهیم بود. و برای تغییر قانون اساسی ما باید 4 رکن هویت ایرانی دوباره در ایران زنده بکنیم. به اون چیزی که براتون بسن این ارکان هویت ایرانی عبارتند از آیین زرتشت، ندین زرتشت یعنی همون سه فرمانش، لوحه کوروش و مقایسش با مگنکارتا، شاهنامه فردوسی که دیگه آقای سوربی خودش متخصص شاهنامه است، و قرآن راستین. یعنی قرآن بریم بخوانیم به فارسی و به ترتیب تاریخی. اگرم حوصله ندارید همون 40 صفحه اولش بخونید همه داستان قرآن دستان میاد. همه اینها هم روی وبسایت شما هست. ممنونم از شما. فقط یه خواهش ازتون میکنم، شما چون مثل معلم هستید، قدم در این راه گذاشتید، وقتتون رو و عمرتون رو تلف کردید، هیچ وقت از این برنامه ها به عنوان درد سر یاد نکنید. خوشحال باشید که دوستان یاد میگیرن، خوشحال باشید که شما کاری میکنید که اینها چالش بشن و برن دنبالش. من از شما به نوبه خودم ممنون. منم از شما متشکرم برای این گفتگوی بسیار دوستانه. هرچند که قرار بود من اینجا به اصطلاح ذوق بکنید ولی نکردید. من اجازه بدید برای دوستان بگم، برای آقای چمنارا نوشتم منتظر صندلی داغ و سوالهای مشکل باشید. ممنونم آقای چمنارا. خیلی متشکرم از شما. امیدوارم شما در برنامه آینده. مرسی. دوستان عزیز، با آقای مهندس سهراب چمنارا بودیم. اسم ایشون سهراب چمنارا رو در یوتیوب، در گوگل که تایپ کنید ویدیوهاشون میاد و میتونید هر سوالی دارید ازشون بپرسید. بازم از ایشون ممنونم، از شما هم ممنونم.